بنامه خدا، سلام و صبحتان بخیر. بیننده برنامه مجله صبح از دورنمای یک هستین و ما هم در شنبه روز این هفته قرار داریم. در ابتدای برنامه بسته خبری حاوی مهمترین و دخترین خبرهای افغانستان و جهان بود که همان روز آماده میشه. امیدوار هستم مورد توجه شما قرار گرفته باشه و یک آگاهی دهی کلی از رویدادهایی که در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده بود شده باشه. موضوع امروز برنامه را اختصاص دادیم به چگونگی وضعیت معتادین مواد مخدر در کشور و همچنین که وزارت مواد مخدر مبارزه با مواد مخدر چه برنامه های تازه برای سال که قرار داریم روی دست داره و چقدر توانسته در سال گذشته در کار مبارزه با مواد مخدر و جمع‌آوری معتادین و تداوی این معتادین به گونه درستش موفق باشن. ما دوست دارم شما بیننده هایی که در رابطه با موضوع برنامه ما پرسش و یا دیدگاه دارین و همچنین شما بیننده هایی که و عزیزانی که در گذشته مواد مخدر استفاده میکردین و زیر مداوا قرار گرفتین و حالا صحت‌یاب شدین و خوشبختانه که این مواد مخدر را ترک کردین، شما بیشتر تماس بگیرید، تجربه هایتان و این که با شما چگونه برخورد در بیمارستان هایی که شما بستری بودین صورت گرفته و همچنان چقدر توانسته کارساز باشه و روی وضعیت صحی شما چقدر تاثیرگذار بوده. ما دوست دارم شما بیشتر سهمتان داشته باشین، دیدگاهتان با ما و مهمان برنامه ما که خوشبختانه آقای محمد حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر اینجا حضور پیدا کردند تا بیشتر در رابطه با برنامه های تازهشون صحبت کنن و همچنان در رابطه با برنامه هایی که سال گذشته انجام داده بودن و همچنان دیدگاه شما را پاسخگو باشن. شما را تماس که شما را بگونی مستقیم وصل میکنه تا دیدگاهتان با ما در میان بگذارن 0791-300-654. اگر تماس شما وصل نمیشه میتونین راحت سر با فیسبوک ما بزنین /fantv morning magazine و یا با فارسی مجله نیوز رو بنویسین، آنجا هم میتونین دیدگاهتان با ما در میان بگذارن. ما در 10 دقیقه اخیر برنامه بیشتر دیدگاهی که شما از طریق فیسبوک با ما در میان گذاشتین را با مهمان ما همچنان در میان بگذارن. جا داره که مهمان ما را خوش آمدید بگیم. سپاس از اینکه آقای دانشور دعوت ما رو پذیرفتیم اینجا حضور پیدا کردیم. آقای دانشور، وضعیت معتادین را در سال گذشته چگونه ارزیابی کردین و با چه برنامه های خلاهای سال گذشته را برای امسال میخواین که حل کنین؟ سلام خدمت شما بینندگان عزیز. وضعیت اعتیاد در افغانستان به یک نگرانی بسیار جدی حکومت تبدیل شده و یکی از تهدیدهای بسیار جدی در برابر مردم افغانستان است. عوامل بسیار زیاد داره متاسفانه. عوامل افزایش اعتیادی که در افغانستان است با عواملی که در دیگر کشورها است خیلی متفاوت است و عوامل بسیار زیاد و جدی که حتی قل گفته میتونیم با برنامه های بسیار کمتر و توجهی کمتر ما نمیتونیم جلوی افزایش اعتیاد در افغانستان بگیریم. از جمله دسترسی آسان به مواد مخدر در افغانستان خیلی متفاوت تر از دیگر کشورها هست و در عین زمان عدم روحیه مناسب و یا فرصت‌های مناسب برای روحیه مردم که نابتانن امیدوار زندگی کنن، اینا در افغانستان بستر مساعد نداره. از جنگ گرفته و فقر گرفته و مسائل های مختلف، حتی کوچکترین موردی که من میتونم یاد کنم، کوچکترین فرصت تفریحی بر مردم افغانستان وجود نداره. اینا عواملی است که مردم افغانستان از لحاظ روحی و روانی تحت فشار قرار میده. با تشخیصی از همی عوامل ما برنامه های خود ساختیم در خصوص ای که بتانیم جلوی افزایش اعتیاد در افغانستان یک تماس هم پاسخ میتیم با وضاحت روی برنامه که روی دست دارین بپردازین که چه برنامه روی دست دارین و چگونه میتونن این معتادینی که مواجه هستن با این پدیده خیلی زشت میتونن رهایی پیدا کنن. ظفر از سمنگان تماس گرفتن. ظفر عزیز مهربانی کنید. ظفر جان صدای مرا دارین؟ بله، سلام علیکم. علیکم سلام، وقتتون بخیر. من سمنگان هستم. اول سلام به شما و بینندگان عزیز و مهمان برنامه. ممنون شما. و من سوال از مهمان برنامه داشتم که همین وقتی که معتادین اینا به یک شکل نمایشی دم میکنن در یک مدت تحت تداوی قرار میگیرن، بعد که اونا از وضوع اما تحت تداوی که فارغ میشن پس دوباره به احتیاط رو میآورن، چرا درباره آینده از اینا یک تصمیم نمیگیرن و فکر نمیکنن؟ این کارهایی که اینا میکنن همش نمایشی است، فقط عوام فریبی مردم یک چهار به تلویزیون نشان میدن و بس دیگه، هیچ فعالیتی رو تانوز نمیدن که براد ظفر عزیز، من از خودت میپرسم که جز این که بحث مداوایشان شما چگونه یک انتظار از وزارت مواد مبارزه با مواد مخدر دارین که برای آیندهشان کارساز باشه از دید شما؟ البته
عزیز ما حضرت به این من هست که باید اگر وقتی تیگا معتاد اینا میخواهن پس است به ایش کرد به زندگی عادیشان برگردانن وقتی که از حالت معتادی میبراید در قسمت وظیفه و در قسمت همین طریقه زندگی از او باید همکاری کنن که تا ما بهتر زندگی کنن وقتی که میبراید از شفاخانه یا به سرنوشت است باز جایشان هم زیر پل ساخته میباشد و مانند از تمام ولایات هم برتون میتونیم مثال بگم. ممنون شما آقای ظفر، ممنون از این که تماس گرفتین و دیدگاهتان با ما در میون گذاشتین. من دوست دارم شما بیننده هایی که در رابطه با موضوع برنامه ما پرسش و یا دیدگاهی دارین، دیدگاهتان با ما در میون بگذارین. وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. سلام دوباره بیننده دومی برنامه مجله صبح از دورنمای یک هستین با تماس وایس الدین جلالی هم از کندوز وصل شده. وایس عزیز مهربانی کنید. سلام علیکم وایس الدین جلالی کندوز، خدا کنک برنامه خوب و خوش را آغاز کرده باشین. یک سلام برای شما داره، یک سلام برای میمانی عزیزتون، خیلی از جوانی موفقی است و برنامه تانم خیلی برنامه خوب، موضوع خوب و واقع شما پیشکش مردم میگینین. از برنامه شما خیلی تشکری مردم کندوز و مردم سر تا سر افغانستان از برنامه شما خیلی خوش است و خیلی تشکری هم میکنیم برنامه تون. ممنون از این که همه روزا در برنامه ما سهم خیلی خوب تانه میداشته باشین. ما شنونده هستم، مهربانی کنیم. ما در موضوع مواد مخدر یعنی متعدای ما، شما باور کرده در ولایت قندوز شما برین زیر هر قبرستان ببینین، زیر هر تیپر شما مشاهده بکنن ببینن کسایی که شاد دیده باشم با هزار خان نفر در اونجا هستن. این وزارت مواد مخدر نمیفهم چه پلانهایی داره و چه پلانی میگیرن در این باره. ما خیلی مشکلات ها را داریم در پنج تا های دنهای خانه ما آمدن اونا جایی گرفتن. باورتن ما با اونا صحبت های کردیم، اونا گفتن که ما به شفاخانه ها میریم اما شفاخانه ها ما را وقت نگذارن به این روز به سبا به دیگه سبا وقتی به اونا باز دوباره که تداوی میشن دوباره پس میایم به خوشی خانواده خودشان، روزگارشان، وضعیت خرابشان، کار و کاریابیشان پیدا نمیشه، پس اونا رو میآورن پس به این متادی متادین شدنشان. و این مواد مخدر وزارت مواد مخدر از خواهش میکنه که شما لطف بکنین یک کار برای مردم بسنجین. این متاد ببینیم متاد مواد مخدر آزادانه در ولایت قندوز سودا میشه، نزدیک قماندانی، نزدیک اویزه مکمل سودا میشه. اگر این ما شما میگیم زید سفر کردیم خیلی از کجا میاد یا از هوا میاد یا کسی بیدر چی بگنه باقت همی که بسیار معلومات های ما در مواد مخدر داره نیست. از میمان عزیزتان خواهش میگیم که برنامه هایتون در عبارت چی است؟ ما چی بکنیم؟ چی کار بکنیم؟ جوانای ما را از جنجال و از باران بکشیم؟ ما با خدا خیلی نگران خود ما هستیم که باید حتی خانواده های در خانه های ما نگرانی دوز دوزیوهای از این دنیا میشن. اینا خواهیش شما از اینا هست که بین یک برنامه خوب و اسلامی بگیریم در برابری از اینا که ما چی کار بکنیم، یک کار کاریابی برای ما پیدا بکنیم. ما دیگه در حال دیدیم که میزنن مواد مخدر خراب میکنه. خیلی مواد مخدر از کجا میاد؟ از هوا میاد. اینا میگن ما میلیاردها پول سرمایه گذاری کردیم مواد مخدر را گم کردیم. و چی تو گم کردیم که گم کردیم چرا پیدا میشه؟ از اینا خواهش میکنم یه خبر بدید. سپاس از این که آقای جلالی در برنامه سهم گرفتین و دیدگاهشان با ما در میون داشتین. شما تماس که شما رو بگونی مستقیم در برنامه وصل میکنه 0791-300-654. اگر تماستان وصل نمیشه میتونین راحت سر با فیسبوک ما بزنین /fun tv morning magazine. پیج ما در صد قرار میگیره. اگر دوست داشتین لایک کنین و همه روزه از موضوعاتی که ما انتخاب میکنیم آگاهی پیدا کنین و اگر هم دوست نداشتین میتونین پای پست مرتبط به همین موضوع ما دیدگاهتان با ما در میون بگذارین. من دوست دارم شما بیننده های تماس بگیرین که
که خود شما یک مرحله تداوی و مداوا را سپری کرده باشین. از چالش هایی که مواجه شدین تا دوباره برگشتتان و اگر برگشت نکردین و موفقانه از این پدیده به دور رفتین و حالا دیگه استفاده نمیکنیم، ما دوست دارم شما ها بیشتر سهمتان داشته باشین، با ما زنگ بزنین و دیدگاهتان با ما در میون بگذارین. آخه دانشجو بیشتر میپردازیم به پرسش ظفر که از سمنگان تماس گرفته بودن و پرسش آقای جلالی هم که ادامه صحبتاتون از برنامه هایتون. تشکر از آقای ظفر که احساس خود بیان کرد و بر ما بسیار جالب بود که اینا هم احساس مسئولیت میکنن به حضی شهروندان افغانستان و تشکری میکنم. در مورد ای که چرا معتادین پس از اینکه تداوی میشه اینا برگشت دارن، مواردی است که ما برای هموطنان ما اطمینان میتیم که حکومت افغانستان تمام موارد را بسیار دقیق تحقیق میکنه، عواملش را تشخیص میکنه و بر مبنای از او برنامه ریزی میکنه. ببینین، برگشت پس از اعتیاد در تمام جهان معمول است و یک امر معمول است، چرا که تداوی اعتیاد کار بسیار سختی است. حداقل اثرات اعتیاد تا 3 سال باقی میمونه هر نوع تحت پوشش تداوی قرار بدین شما. در افغانستان همین رقم که عوامل اعتیاد بسیار زیاد است، متاسفانه عوامل ای که پس از تداوی دوباره برگشت داشته باشه هم در افغانستان بسیار زیاد است که بعد از اون مسئولیت جامعه، فامیل، همگی بسیار مشخص است. و در این زمان مراکز تداوی ما تعقیب بسیار منظم دارن، تعهد از فامیل معتادین میگیرن و در این زمان مشاورین روانی ما با معتادین پس از اینکه پس از 45 روز یا 2 ماهی که ما حصول اطمینان میکنیم که اینا تداوی شدن، با فامیل از اینا و با خود از اینا ما در تماس هستیم. و در عین زمان در مورد آموزش های فنی و حرفه‌ای که اینا توانایی کار را پیدا کنند و جستجو و تلاش در مورد ای که کار و شغل مناسب بر اینا پیدا شود، هم شامل برنامه های وزارت مبارزه با مواد مخدر است که بحران کار یک بحران عمومی است. در... که چرا همین دوره هایی که شما برای مداوای همین معتادین استفاده میکنین دوباره کارساز نمیشه و رجوع میکنن برای دوباره بر همون پدیده ای که قبلا استفاده میکردن؟ آیا یک آسیب شناسی شده که در کجای کار چالش وجود داره که دوباره رجوع میکنه؟ خب چند عامل عمده وجود داره. یکی، اینا نمیتونن به شغل مناسب و کار مناسب. آیا با وزارت کار و امور اجتماعی شما در هماهنگی هستید؟ کاملا در هماهنگی هستیم. با اینا یک زمینه اشتغال زایی مناسب ایجاد شده؟ کاملا در هماهنگی هستیم. ما در تعدادی از مراکز ما، خصوصا مرکز امید که مرکز هزار بستر است، اونجا یک بخش منظم را ما مربوط به وزارت کار است که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای میده و تلاش میشه برای از اینکه برای کسایی که فارغ میشن اینا شغل مناسب برشون پیدا شه. و در عین زمان خود مسئولیت جامعه، شما ببینین کسی که معتاد میشه و مردم چی جامعه چی خانواده‌اش از این خبر میشه که معتاد است، او رو به چشم بد میبینن، دیگه احترام نمیکنن، بدون از اینکه درک کنن که عوامل مختلف باعث شده که این شخص معتاد شده. بعد از اینکه این معتاد از طرف حکومت تداوی میشه، دوباره در جامعه که میره با مو دیدی تغییر آمیز به طرف از این نگاه میشه. اینا عوامل مختلفی است که متاسفانه ما میتونیم بگوییم که هم جامعه مسئولیت داره، هم خانواده ها بسیار مسئولیت داره و در کل تداوی اعتیاد به شکل 100% در سطح جهان ناممکن است. و بررسی هایی که شده امروز در افغانستان، ما 60% برگشت پس از تداوی داریم و شکل معمولش در جهان 80% برگشت پس از تداوی است. یعنی پیام مایی است که تمام خانواده ها و مردم افغانستان تلاش کنن هر کس به سهم خود که رو نبیارن به اعتیاد، اعضای خانوادهش، دوستایش رو نبیارن، چون تداوی اعتیاد کار بسیار سختیه. در مورد پاسخ آقای ویس‌الدین جلالی تشکری هم میکنم، اینا بسیار با احساس صحبت کردن. ببینید، برنامه های ما در داخل افغانستان برنامه های مشخصی است و اگر ما بخوایم که در کوتاه مدت مهار بسازیم اعتیاد، بودجه و امکانات بسیار زیاد داره ما کار داریم و در عین زمان بستر مساعد مبارزه با مواد مخدر در افغانستان وجود ندارد. شما ببینید، ما با جنگ مصروف هستیم، با فقر مبارزه میکنیم، با مسائل های مختلف در افغانستان حکومت و مردم افغانستان درگیر هستند. یعنی شرایط افغانستان با شرایط دیگر جامعه ها و کشورهای دیگر خیلی متفاوت است. از این جهت ما مشکلات خود داریم. در مورد دستگیری قاچاق برای ما، سالانه حدودا 3000 قاچاق برای خرد و بزرگ و متوسط دستگیر میکنیم که در سطح جهان بی‌نظیر است. یعنی افغانستان اگر تولید کننده مواد خام مواد مخدر است که تریاک باشه، عین کشورهای دیگر نقش ترانزیت مواد مخدر افغانستان را داره، کشورهای دیگر تقاضی متقاضی مواد مخدر افغانستان است. این همگی مسئولیت داریم در برابر مواد مخدر مبارزه کنیم. تا زمانی که مواد مخدر افغانستان مارکت در جهان نداشته باشه، تولید نمیشه، فروختنش تولید نمیشه. اینا مواردی است که باید گفته شود. فروش آزاد ما میگیم که آزاد نیست، یعنی مثل دیگر جرایمی که در افغانستان اتفاق میفته، فروش مواد مخدر هم جرم است
و اتفاق میفته حتی در کابل و شهرهای دیگه. متاسفانه جلوی ازی آنچنانی که توقع است، توقع مردم از حکومت گرفته نتانسته و وزارت مبارزه با مواد مخدر به حیث رهبری کننده مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تلاش های بسیار جدی داشته، نظارت فوق العاده داره و وزارت داخله را به جای ازی که ما یک بار در این مورد کتشان جلسه داشته باشیم، هفته وار جلسات داریم و گزارش های خوبی داره، دستاوردهای خوبی رو برای ما ارائه میکنن. اگر موافق باشین یک تماس پاسخ میدیم، یکی از بیننده های ما تماسون وصل شده، مهربانی کنید صدای مرا اگر دارین برادر، تماس شما وصل شده، مهربانی کنید. تماس دوستم متاسفانه فکر میکنم قطع شده، بیشتر میپرزیم به دوی سبتا. آقا دنچار، امکانات و بودجه که همه ساله در اختیار شما قرار میگیره آیا بسنده هست برای مدهای این بیمارانی که شما یادآوری کردین و با چالش هایی که مواجه هستین؟ خب کلیت معضله ما اگر در نظر بگیریم، مواد مخدر به یک اقتصاد کلان جرمی در سطح جهان تبدیل شده، یعنی جهان به بحران میتونه بکشونه، چه برسه به افغانستان. از این جهت امکانات بسیار ناچیزه، حتی ما میتونیم بگوییم که امکانات نداریم. امکانات حکومت افغانستان و بودجه که حکومت افغانستان داشته باشه در تمام عرصه ها مطابق نیازمندی های جامعه ما متاسفانه بودجه وجود نداره. جامعه جهانی در عرصه مبارزه با مواد مخدر در سالهای متمادی به نحوی همکاری های تکنیکی و مالی داشتند. بعضی ادعاهای هم از بعضی دونرهای ما صورت میگیرن که حدوداً 8.5 میلیارد دلار ادعا شده که با مصرف رسیده. متاسفانه این مسئولیت ما گرفته نمیتونیم، چرا که مجرایی را که باید بودجه به مصرف میرسید او از مجرای حکومت افغانستان و از سیستمی که باید به مصرف میرسید مصرف صورت نگرفته و مسئولیت نمیگیریم. فعلا بودجه ای که در برابر این معضل کلان که حتی پیوند بسیار عمیق داره که بخش عمده جنگ در افغانستان توسط مواد مخدر است، یعنی تمیل کننده قابل ملاحظه جنگ در افغانستان مواد مخدر است. تروریسم با مافیای مواد مخدر در افغانستان کاملا در تبانی هم قرار داره، یعنی یک موزلی است که تمام خوشبختی های مردم افغانستان و حتی میتونیم جهان به گروگان گرفته. از این جهت بودجه که ما داریم اصلا نمیتونیم بگوییم که در برابر این موزل کلان ما با توسط از این بودجه امکانات میتونیم مبارزه کنیم. آقای دانشور، چند قبل حرف و حدیث های زیادی وجود داشت که تولید و کشت مواد مخدر برمیگرده به خود دولت و خود دولتی را میسازه و به رهبری وزارت مبارزه با مواد مخدر خودش تولید میکنه. این طرح به کجا رسید و آیا تطبیق شدنی هست و اگر تطبیق شود چه مزایایی را برای این معتادین و مخصوصا برای سهولت کار شما ایجاد میکنه؟ خب این موضوع توسط رئیس جمهور آمریکا مطرح شد که و توسط یک استراتژی که ایالات متحده آمریکا استراتژی جدید داشتند، او صراحت دارند که مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با فساد اداری مکلفیت حکومت افغانستان است و در سطح جهان حکومت افغانستان و مردم افغانستان مکلفیت مشخص خود داره که ما به جهان تعهد دادیم که در خصوص مبارزه با مواد مخدر چه جلوگیری از کشت کوکنات، چه جلوگیری از تولید و جلوگیری از افزایش اعتیاد در افغانستان ما تعهد داریم و وظیفه ماست. زمانی که پیوند نگیره با کلیت جهان و منطقه، این هست که این زنجیره‌ای باید در نظر بگیره. هر کشور سهم خود باید داشته باشه. در زمانی که یک تهدید است برای تمام جهان، زمانی که تعهد تمام جهان ای است که در برابر مواد مخدر باید مبارزه صورت بگیره، هر کس، هر کشور باید مسئولیت خود داشته باشه. بنابراین تا کشورهای همسایه جلوی ترانزیت نگیره، تا مارکت بند نکنن کشورهایی که متقاضی هست و واقعیت های جامعه افغانستان هم به کل جهان معلوم است که ما مبارزه با تروریسم داریم، جنجال های بسیار زیاد را مردم افغانستان و حکومت افغانستان داره، اولویت های بسیار زیاد را ما متاسفانه داریم. از این جهت این تنها نمیشه که مسئولیت حکومت افغانستان و مردم افغانستان شد، چرا که ارتباط بسیار عمیق داره با حتی بود منطقوی و جهانی. گسترش مشکل مواد مخدر در افغانستان خیلی برجسته تر است از بود داخلش. بسیار خوب، اگر موافق باشین یک تماس پاسخ میدیم. تماس آقای نسیم از مزار وصل شده، مهربانی کنید برادر. بله سلام علیکم. علیکم سلام، وقتتان بخیر، مهربانی کنید. زنده باشین. یک سلام به شما و یک سلام به میمانتون. ممنون شما. ما شنونده هستم، اگر دیدگاهی دارین بفرمایین برادر. نظر من اینمی است که همی در افغانستان باید وزارت مواد مخدر. صدای من هم میشنوین؟
دقیقاً ما خیلی خوب صدایتون داریم، ادامه بدین حرفایتون. حالا ببینین مردمایی که مثلا موجودین ما از ایران بعد وزارت مواد مخدر آمادگی های بسیار زیاد داشته باشه، موجودین ما بازگشت میکنه از ایران دارالت آمدن است، باید یه سیستم منظم روی کار بگیرن که این مردم از اقلن تادایی میشه برن به طرف یک کار که مخصوص همو کار باشه و دوباره روی به این مواد مخدر نبیارن. اینا از شفاخانه بعد از یک مدتی که تادایی میشن میاین، بعدن که نیبینن بیکار میشن، در خانه هم اینا را کس اجازه نمیتن برن و هر کار که از دستشان سر بزنن انجام میتن. شما باور بکنین که حال از طبقه ذکر کده طبقه اونوز زیاد روی آورده را ایزده به این مواد مخدر. از اقلا نه یک کار زمینه کار مساید چه این تاثیرات خود زیاد داره بالا ازی. شما میبینین امیال مواد مخدر بگونه بسیار آشکار و آزادانه به فروش میرسن در نقطه از این شهر کابل، در دیگه ولایت ها. ما میبینیم که ایالات متحده امریکا هم کارخانه بزرگ بزرگشان هدف قرار میتن، اونا را نابود میکنن. مگر متاسفانه بازم میبینیم که هیچ کدام تاثیرات نداره و هیچ کسی از این جلوگیری نمیکنه. دوال شما ببینیم که 10 سال پیش یا 5 سال پیش مواد مخدر صفر بود. مگر این دوز یکی از اون سوالی های مثلا چاربولک و چنگتال برین که اثره که شما بگذارین در کلایت مثلا شبرخان یک کلایت دیگه سفر کنین آزادانه دیده میشه که مواد مخدر بسیار باید گسترده و همطور آشکار کشته شده و مردم از او استفاده میکنن. تشکر. امین سوال من. ممنون از این که آقای نسیم از مزار تماس گرفتین و دیدگاهتان با ما در میان گذاشتین. یک وقفه میگیریم و دوباره برمیگردیم. سلام دوباره بیننده ادامه برنامه مجله صبح از دورنمای یک هستین و ما هم در ادامه این برنامه قرار داریم. ما دوست دارم شما بیننده هایی که در رابطه با موضوع برنامه ما پرسش و یا دیدگاه دارین، پرسش ها و دیدگاه تان از طریق شماره تماس 0791-36-654 با ما و مهمان برنامه ما در میان بگذارین. اگر تماس شما وصل نمیشه میتونین سر به فیسبوک ما همچنان بذارین /fantv morning magazine و یا به فارسی مجله صبح بنویسین، آنجا میتونین دیدگاه تان با ما در میان بگذارین. یکی از خواهرای ما خانم زرمینه از کابل تماس گرفتن، مهربانی کنین. ممنون شما. سلام خدمت شما و خدمت مهمان برنامه تان. ممنون شما. تقدیم میکنم. تماس خواهر ما زرمینه جان متاسفانه قطع شده و ما دوست دارم اگر موفق شدن دوباره تماس بگیرن و دیدگاهشان با ما در میان بگذارن. ما دوست دارم شما بیننده هایی که اگر این دوره مداوا را یک بار سپری کردین چگونه میدونین و آیا براتون کارساز شده و یا اگر یکی از بستگان شما و چشم دیدهایی دارین، ما دوست دارم شما بیشتر سهم بگیرین و آسیب شناسی هایی که خود شما کردین و چه تاثیر روی وضعیت شما گذاشته شما میتونین از تجربه هایتون با ما همچنین بگوین. شماره تماس که شما رو به گونه مستقیم وصل میکنه 0591-36-654 و این شماره تماس است که شما رو به گونه مستقیم وصل میکنه. تماس یکی از بیننده های دیگر ما وصل شده را پاسخ میده، مهربانی کنید. صدای مرا اگر دارین برادر، تماس شما وصل شده و ما هم شنونده هستیم، مهربانی کنید. تماس شما متاسفانه قطع شد. بیشتر میپردازیم به پرسشی که برادر ما در میون گذاشته بودن و از اینکه یادآوری کردن که دسترسی یا آسان مواد مخدر و همچنان کشتزارهای خیلی هویدا و آشکار در مناطق دوردست وجود دارن. تشکر از آقای نسیم. اول خو ما پیشتر پاسخ دادم که ما ایرا میفهمیم که تا حال را هم به نحوی در شهر و در هر جای به دسترسی استفاده کنندگان مواد مخدر مواد قرار میگیره. اوی به این معنی نیست که حکومت افغانستان تلاش نکرده. همی که سالانه 3000 نفر حدودا دستگیر میشه، یکی از تلاش های وزارت مبارزه با مواد مخدر است که ببخشید تلاش های حکومت است که بی‌نظیر است در سطح منطقه. امیدوار هستیم که ما بتانیم با
هدف قرار دادن مراکز بزرگ را آقای نسیم گفتن ایالات متحده آمریکا کارش است و این کار حکومت افغانستان است. البته همکاری حمایت قاطعی که تنها ایالات متحده آمریکا نیست و کشورهای مختلف با ما همکاری دارند، همکاری از اونها است، اما عملیات ها توسط حکومت افغانستان صورت میگیره و یک از برنامه های بسیار موثر ماست. از هلمند شروع شد و بدخشان و قندهار و این برنامه ادامه دارد، چرا که مراکز بزرگ ما مورد هدف قرار بتیم. بزرگترین صدمه هم به تروریسم است و هم به مافیای مواد مخدر. در عین زمان با کشورهای منطقه هم ما روی یک استراتژی کار کردیم که نهایی شود تا تدریجا حداقل جلوی ترانزیت گرفته شود. روی ابعاد مختلف مبارزه با مواد مخدر کار جریان دارد. در مورد مهاجرینی که از خارج میان و خصوصا از ایران، بخش قابل ملاحظه از اینا معتاد هستند، با وزارت مهاجرین با وزارت کار در زمینه هماهنگی وجود داره. میخوایم بگویم که امکانات باشه ما بتونیم در یک سال دو سال تمام معتادین تحت پوشش قرار بدیم چی بهتر، اما فعلا ما حدودا 40,000 نفر از ظرفیت تداویش در یک سال داریم و تلاش میکنیم که ظرفیت بالا بره، اما حدودا 1 میلیون یا 1.2 میلیون افراد معتاد در افغانستان ما داریم که اینا کلن تحت تداوی باید قرار بگیرن. در عین زمان در مورد ایجاد شغل، ببین در کل دنیا حکومت بر مردم کار نمیده، حکومت فرصت های کار مساعد میسازد تا سرمایه گذارها بیاین سرمایه گذاری کنن و مردم صاحب کار شوند. در افغانستان محدودیت های بسیار جدی است. اول کدام سرمایه گذار بیاید در ولایت هلمند با وضعیت ناامنی اونجا بیاید سرمایه گذاری کنه؟ مثلا در مورد تولید یا پروسس پنبه در هلمند بیاید سرمایه گذاری کنه؟ ببینید ما مشکلات خود داریم که قابل درک هم بر مردم افغانستان باید باشه هم بر ما. حکومت افغانستان با چالش های بسیار زیادی مواجه است. به این معنا نیست که حکومت افغانستان درک نکرده، ظرفیت ها را تشخیص نکرده و در عین زمان چالش ها را درک نکرده. این موارد بسیار مهم است. خانم ها هم معلومات ما داریم متاسفانه رو آوردن به اعتیاد، برای زنا هم ظرفیت ایجاد شده در ولایات مختلف. متاسفانه محدودیت های ما در مورد پوشش دادن خانم ها بسیار زیاد است. مراکز درمانی هم برشون ایجاد شده و وجود داره؟ ما 30% از مراکز درمانی را برای خانم ها در سراسر افغانستان تخصیص دادیم و اینا دسترسی داره. بسیار خوب، اگر موافق باشین یک تماس پاسخ میدیم، بیشتر به ادامه صحبت شما میپردازیم. آقای احمد تماسشون وصل شده، مهربانی کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان و میهمان محترم شما. ممنون شما، سلامت باشین آقای احمد از اینکه تماس گرفتین. ما شنونده هستیم، مهربانی کنه. تشکر از شما و از برنامه خوب شما. در اول جا دارد که اگه انتقاد یا خواهش از شما داشته باشم که می خط تلفن شما یکی بسیار مشکلات میتونیم کنات باشیم، اگه کشش کنیم دو خط یا دو سیم کارت اختصاص بدیم چی خوب میشه. به همیشه ما نظریات خود بدیم و جا دارد تشکری میکنیم از برنامه های خوب شما در راستای مشکلات مردم، مشکلات اجتماعی شما همیشه صدای مردم و مسئولین میرسانه. ممنون شما. به دلیلی که یک مقدار تماس برنده های ما خیلی در شماره تماس زیاد هست و این مشکل احتمالا شاید ایجاد شود، اما خیلی کار نیکی کردین که حالا تماستون وصل شده و همکاران ما تلاش میکنن تا این موضوع را و این شماره ما را بیشتر در اختیار شما قرار بدن و شما بتونید سهمتون در برنامه داشته باشین. مهربانی کردین برادر. تشکر. ما از ولایت رات و بسوی شیندن زحمت دارم شما را و میمان خطرم شما را خیر مقدم میگم و سوال مهم دارم برای ایسته که متاسفانه فکر کنم مسئولین خبر نباشند یا یه از همه مشکلات حادتر است در مورد معتادین که سو استفاده میشه از طرف گروه های غیر مسئول در ولایت سالی شیندن مخصوصا. بسیار جدی است، بسیار نگران کننده است. تمام مردم هر روز آزار میبینند از اینا. یک تعداد معتادین اینا با خود میبرند در اونجا برای اینا صلاة روزه میکنند و اینا رو به عنوان پیش زمینه یا سفر قرار میدن در مقابل گروه های دیگر و دولت و از این سو استفاده میشه. مردم اینا آزار میدن، خود طبعاً اینا معتاد بودن، آزار اذیت از دست بعضی اشخاص دیدن، حتی گپ شنیدن، آل جایی که میآید و انتقام میگیره. خود شما فکر کنید یک شخصی که مریض باشه، معتاد باشه، وقتی که صلاح اختیار از قرار بگیره چی کارهای گونه میکنه؟ واقعا یک مشکل جدیه. امیدوارم در این راستا یک ساختار بسنجه وزارت مواد مخدر، ما گفتم از این طریق خبر بکنم. ممنون شما.
ممنون از اینکه از هرات تماس گرفتین و این موضوع رو به ما در میون گذاشتین. صحبت شما رو می داشته باشیم آقای دانشور. خب اول خود تشکر میکنم. از این موضوع شخصا خودم در جریان نیستم، این مستقیما مربوط به وزارت وطن داخله میشه. من مطمئن هستم که اطلاعات در دسترس از اونا قرار خواهد گرفت و اقدامات خواهد شد. علاوه از این معتادین به چی از لحاظ اجتماعی، چی از لحاظ فرهنگی، چی از لحاظ امنیتی، چی از لحاظ اقتصادی ضربه بسیار جدی در جامعه ماست. ما حتی اعتیاد در افغانستان به حیث بحران در جلسات خود مطرح میکنیم و تدابیر را به خاطر مدیریت از بحران ما میخواییم داشته باشیم. از این جهت اعتیاد برای حکومت افغانستان یک موضوع بسیار مهم است و اهمیت مبارزه با اعتیاد ما درک کردیم. خطرات جدی اعتیاد که متوجه مردم افغانستان است خیلی عمیق‌تر از مردم حکومت درک کرده و نگرانی بسیار جدی در این مورد وجود داره. تلاش ها هست تا ما بتانیم حداقل جلو افزایش اعتیاد بگیریم تا آمادگی هایی را داشته باشیم برای پوشش دادن معتادین فعلی. بسیار اگر موافق باشین یک تماس پاسخ میدیم. مهربانی کنید صدای مرا اگر دارین مهربانی کنین برادر. بله سلام علیکم، محمد رحیم هستم از شهر مزار شریف تماس میگیرم. سلام علیکم به شما و میمونتون. ممنون رحیم عزیز. من یک انتقاد داشتم از میمون شما. مهربانی دارم پیش از بحث شما شنیدم گفتن که در منطقه ناامن هلمند میمونه کاری کردن میزنه. از شهر مزار شریف بین شهر امن است دروازه بر شراب فروشی در رسمی چسب فروشی از کماندان ها اداره مبارزه علیه مواد مخدر که میگن خودشان دستگیر میکنن 3000 نفر مواد دوباره خود کماندان های سودا میکنن با پول ناچیز. مزار شریف شهر امن است بیاین سر بزنید به مزار و حال روز ببینید. دشت شور سر قبرستانی مکمل معتادین پرستن، خود اساکر دولتی خود شما با پول ناچیز پودر چرت فریاد همه چی باشن بفروشن. همینجا هم یک جواب بدانید که چی گفت به مزار شریف. ممنون شما. ممنون از اینکه آقای رحیم تماس گرفتین، دیدگاهتان رو با ما در میون گذاشتین. یک وقفه میگیریم، پس از وقفه میتونین بیننده ادامه برنامه مجله صبح باشد. سلام دوباره بیننده ی آخرین لحظات برنامه مجله صبح از دورنمای یک هستین و ما هم در پایانی این برنامه قرار داریم. شما بیننده هایی که سهمتان را گرفتین و دیدگاهتان با ما در میون گذاشتین جا داره که در همین جا ازتان یک سپاسگزاری کنیم و شما بیننده هایی که تاکنون تماستان وصل نشده و تاکنون نتونستین که تماستان قطع شده از شما جا داره که سپاسگزاری کنم که حوصله کردین و دوباره تماس گرفتین و فعلا هم تماس یکی از بیننده های دیگر ما وصل شده. مهربانی کنید. بله برادر عزیز سلام و وقتتان بخیر میشه. نامتان یادآوری کنین. مهربانی کنین. بله من از محمد ظاهر هستم از مزار شریف در تماس شدم. تشکر میکنم از برنامه خوبتان. ممنون شما. بله سپاس ظاهر جان. ما شنونده هستم. بفرمایین اگر دیدگاهی داره. من از میمان برنامه تان یک سوال دارم که امید معتادینی که میگن مسارات عزیز شما سنجش بکنین که هیچ مسارات عزیز در حساب حدودی روزمره عزیز ها هیچ پوره نمی کنن. یک مفتاد میگه روز یک پولیشه که می کشه 350 روپه و طرف شو دیگه می کشه که 350 میشه یه 700 روپه. ما پول یک مردی کاری که زحمت می کشه در 300 روپه و 300 روپه کار پیدا نمی کنن. شما تلاش به این بکنین که این پول اول از کجا میارن، چقدر دوزی، اما این دوزی همین غلط است. این کدام پروژه دولت خارج است، این کدام پروژه خراب امنیتی است. این شما را دفعه درد بکنین. این سال اول نه سال 13 سال مثل تقریبا از زمان که این دولت پایدار میگم ما سوسیالیستی تیم یا مجلسی تیم امید شما رو پیدا بکنین که همین پیسه را کدام درک میارن. شما میگن توزیع میکنن خارجی ها، اما کدام خارجی؟ امنیت دان کجاست؟ این مواد مخدر دان امنیت ندارن، این مواد مخدر دان جنایی ندارن. یا دولت فعلی که هست چرا در امنیت این تو یک صلاحیت عام تام نمیتن؟
به غرض پیدا کنن می زده میده. شما بسیار بگیرین هم کسی که یک دکوری بیس پولی را سودا میکنن شما او را خواهد برسن. نه اما اصل مسئله یا دیگه پیدا کنه که این گدام دولت خارجی هست که گدام آوجه خود را در 6 میلیون 10 میلیون انسانی که در افغانستان معتاد است میگن 10 میلیون معتاد است میگن این را ارزم میکنن. ما خبر داریم و میگم خبر داریم آقای ظاهر ممنون. ما این دو غیرت نمانیم سپاس گذاری میکنیم از شما برادر. ممنون از این که تماس گرفتین و دیدگاهتان رو به ما در میون گذاشتین. بیشتر صحبت ها شما رو می داشته باشیم. با پرسش برادر ما بپردازین که از مزار تماس گرفته بودن و یک اتهام را هم وارد خود وزارت مبارزه با مواد مخدر کرد. از هر دو برادر ما که از مزار شریف تماس گرفتن تشکر میکنیم. ما خیلی واقع بینانه در بحث‌های تلویزیونی به نمایندگی از وزارت مبارزه با مواد مخدر مسائل را مطرح کردیم. شما ببینین موزل مواد مخدر در افغانستان در تاثیرات سویش در تمام بخش‌ها گذاشته. یکش فساد است که ما را بارهای مسئله را مطرح کردیم که خود مواد کاروبار مواد مخدر در افغانستان ارتباط بسیار مستقیم به گسترش فسادی داریم در افغانستان داده. این یک ارتباط کاملا دو سویه قرار داره، چنانچه که ارتباط بین ناامنی و تروریسم و مواد مخدر وجود داره. در کلیت موضوع اراده حکومت به حیث حکومت مسئول تشخیص کرده که مواد مخدر یک تهدید بسیار جدی است بر مردم. یعنی میپذیرین که منصوبین خود وزارت مبارزه با مواد مخدر هم در بحث فروش این مواد مخدر بر معتادین دست داره و دخیل هستند؟ منصوبین وزارت مبارزه با مواد مخدر کلا ملکی است، چی در ولایت چی در مرکز. اینا قطعا کسی با اینا وارد تعامل نمیشه، چون که صلاحیت گرفتاری و مسائل ما فقط نظارت داریم، هماهنگی میکنیم، پالیسی ها را میسازیم، برنامه ها را میسازیم، مطابق از نظارت میکنیم. این نمیگیم که ما مسئولین مبارزه با مواد مخدر نیست. در کل ما میتونیم این رو بگوییم که اینا گفتن که در شهر مزار ما آدرس داریم که جایی ای فروخته میشه. اول همکاری مردم برای ما بسیار مهم است. دوم ما کاملا رد نمی کنیم که در حکومت چی در پلیس چی در امنیت چی در بخشای ملکی که به نحوی اینا میتونن در توان همکاری با فروشندگان مواد مخدر داشته باشن، ممکنه کسایی باشن که در تبانی با فروشندگان مواد مخدر قرار داشته باشه و اینا هم در مفاد از او شریک باشن. اما در کلیت اراده ای هست که باید مبارزه صورت بگیره. بازم خواهش از هموطنان ما ای است که یک گوشه ای را اگه اینا میبینن که یک جای مثلا مواد مخدر فروخته میشه، دستاوردهایی را که هم عملا اینا میبینن که چقدر گرفتاری ها صورت میگیره، چقدر مواد مخدر دستگیر میشه و ضبط میشه و حریق میشه که به تن ها هست، به هزارها تن حریق میشه، اینا را هم یک یادآوری کنن. اما نتیجه کار بر مردم همه سالا جز افزایش شمار این معتادین چیز دیگر نیست. شما چگونه انتظار دارین که مردم باید دستاوردهای شما را واقع بینن؟ انتظار مردم چی است از ما؟ انتظار مردم است که ما فرصت هایی برای تداوی معتادین ایجاد کنیم. درست است؟ ما به اندازه توان و امکانات خود تانستیم حدودا 40,000 نفر از ظرفیت تداوی شده یک سال داشته باشیم. یادآوری کردن که از معتادین مواد مخدر استفاده های سو میشه، خود از منصوبین پلیس هم که قسمی که شما یادآوری کردین و یا اینکه کارمندان دیگر هم از این کار استفاده سو میکنن. شما به عنوان مدافع همین معتادین و بیمارانی که به یک نحو استفاده میکنن از این مواد مخدر چه انجام دادین؟ کلانترین کاری که باید دفاع شود در حق اینا و کلانترین کاری که برشان انجام دادین چه بوده؟ خب شما ببینین، اول خب این مورد من عرض کردم که در جریان نیستیم و بحث نشده، همچی یک چیزی را برای اولین بار است که ما میشنویم. ما مطمئن هستم که در هفته آینده بین وزارت خانه های زیر ربط مسئله بحث خواهد شد و قطعا تدابیر در این مورد گرفته میشه. موضوع دوم جرم است اتفاق میفته، یعنی جرایم مواد مخدر جرایم استثنایی نیست، چنانچه که خشونت هم به نحوی در افغانستان اتفاق میفته، جرایم قطاع و طریقه هم اتفاق میفته، دزدی و مثلا مسائل هم اتفاق میفته. فرض کنین که جرایم مواد مخدر هم اتفاق میفته، به این معنا نیست که حکومت کاملا این را نادیده میگیره. حکومت هم کار خود کرد. این بود دیگه ایش ای است که دستاوردهای حکومت افغانستان است که تا ما ادعا میکنیم در منطقه بی‌نظیر است. ای که توجه و تمرکز مافیای بین المللی در عرصه اقتصاد جرمی بسیار بزرگ در سطح جهان در افغانستان شده، ایران باید منادی دنه. آقایان چرا با عنوان آخرین پرسش و خیلی کوتاه اگر اشاره کنین، با تمام با وجود تمام این چالش ها و درگیری هایی که وجود داره، راه حل چی است در چنین یک وضعیتی؟ خب ما یک راه حل نداریم.
چرا که موزل مواد مخدر ارتباط میگیره با تمام بخش های زندگی مردم افغانستان و در کلیت با یک حکومتداری خوب. هم سهم مردم است و هم سهم حکومت است. ببینید ما در مورد اعتیاد اگر یک بخش کوچک مبارزه با مواد مخدر در افغانستان در نظر بگیریم که در سطح جهانی هست، البته آسیب که مردم افغانستان میبینه بسیار جدی است در حوزه اعتیاد. ببینید ما زمانی که ما موضوع اعتیاد میگیم آگاهی هست. مردم افغانستان 99.5% مسلمان است، از مجرای دین، علمای دین و مراکز دینی مسئولیت خود را باید بگویند و در عین زمان ایجاد شغل و کار هست، فرصت‌های تفریحی باید باشه، جلوگیری از فروش مواد مخدر باید باشه. بخش های مختلف است و همین رقم شما فکر کنید در مورد جلوگیری از کشت ما مکلف هستیم که مارکت برای محصولات قانونی پیدا کنیم، محصولات قانونی دیاقینه باید فرصت ها را ایجاد کنیم که آیدش بالا بره و بسا موارد دیگه ای که وقت نیست. آقای محمد حنیف دانشور، سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر، ممنون از اینکه حضور پیدا کردین و دعوت ما را پذیرفتین. برنامه امروز مجله صبح هم در همجا پایان رسید. ممنون که با یک همراه بودید. بقیه روزتان خوش.